میخوام بهتون ترسیم چند تا بوته یاد بدم. برای ترسیم بوته چی کار میکنید؟ ببینید میایید اینجا مثلا یه چند مدل ساده. ببینید من کاغذ خیلی به درد نخور دارم استفاده میکنم، یعنی این کاغذی که الان من اینجا دارم استفاده میکنم یه کاغذی هستش که واسه بسته‌بندی چیزی بوده، پیتزا بوده، و حالا من اومدم از اینو برش زدم. میخوام بهتون یاد بدم که با هر چیزی که به دردتون نمیخوره، دور ریختنی هم هست، میتونید استفاده کنید، کار کنید. خب چی کار میکنیم؟ اول بیاین خط زمین رو همشه ترسیم کنید، با مدادم این کار رو انجام بدین، یه خط صاف ترسیم کنید. بهتر که کاغذتون چسب خورده باشه و ثابت باشه و بعد شروع کنید. ببینید برای ترسیم اینجور چیزا سعی کنید خطوطتون یه ذره با دست لرزان اینطوری ترسیم بشه. حالا من یکی از یه بوته ساده میام ترسیم میکنم، خیلی ساده، به کلیت بوته مثلا این شکلی، خیلی کمرنگ اینو ترسیم کنید. بعد بیاین دور این با مداد به این صورت ترسیم کنید، یه جاهایش بره بیرون، یه جاهایش اینجوری، و یه خطوط به این صورت ترسیم کنید. خب این فرم کلیش. حالا مثلا برای که نشون بده یه قسمت هایش هم شاخ و برگ و اینام داره، یه قسمت هایی رو میایم این شکلی نشون میدیم، و برای اینکه یه حجم قشنگم این بگیره میتونیم بیایم مثلا این کار رو انجام بدیم، یه همچین کاری انجام بدیم، و در نهایت بیایم یه سری شاخه اینجا اضافه کنیم. شاخه هم ببینید اینطوریه، سر هر شاخه رو دوتایش کنید. خب برای اینکه قشنگ تر بشه کارتون چی کار میکنیم؟ میایم با روان نویس روشو ترسیم میکنیم به این صورت. دیدید الان بیشتر خوش رو داره نشون میده دیگه. که ما گفتیم یه حفره ایجاد کردیم که شاخ و برگ داخلی رو ببینیم به این صورت، و گفتیم که برای اینکه یه حجم بهش بدیم مثلا این پشت قرار گرفته اینطوری میکنیم. حالا میایم یه سری هاشور میزنیم، خیلی ریز. بهتر که هاشورتون مثلا یه روان‌نویس دیگه استفاده کنیم، ولی خب من چون روان‌نویسم زخامتش، یعنی باید یه زخامت کمتر استفاده کنید، خب نباید با همون زخامت ترسیم شه. هاشو رو میزنید، سعی کنید خشک بشه تا بتونیم بریم سراغ ترسیم یه بوته یه دیگه. حالا من یه دونه دیگه همجوری ترسیم میکنم اینطوری، دوباره محدودش رو مشخص میکنم، اگه چیزی که محدودش مشخص شد. حالا اینو با خطوط نامنظم ترسیم میکنم، مثلا جنس بوتش فرق داره، با حالت خاردار هستش. اینا رو تیزتر ترسیم کنید. خب اگه هم احیانا هرشو چون با مداد دارید ترسیم میکنید، میتونید پاک کنید و درستش کنید.
من اینو ثبت کردم که خوش پاکش کنم تا میخوام رنگ روش بذارم. میتونید با ماژیک کار کنید، میتونید با مداد رنگ کار کنید. حالا اینم یه بوته دیگه است، یه ذره بعد اینجا هاشو به سمت پایین کار کنید و اینجا ها به سمت بالا. و برای قشنگیشم یه چند تا از این برگایی که بیرون زدم ترسیم میکنید. به این صورت یه ذره خشونت خطوطتون رو بالا میبرید که این تیغ تیغی تر به نظر بیاد. اینم از این یکی بودم. استفاده از این کاغذ هایی که حالا بهشون میگیم به اصطلاح کاغذ گراف خیلی کارتون رو جذابتر میکنه و چون بافت دارن، تو من خط زمینشم پر رنگ کنم بعد پاک کنم استفاده کنم، چون بافت دارن همیشه بزنم سعی کنید رو زمینت اینطوری صاف نباشه، چمن و اینام داشته باشه که به خاطر بافتی که داره مداد رنگی، پاستل یا هر چیز دیگه روش خیلی خوب میشینه. سعی کنیم اینو من پاکش کنم ببینید چه اتفاقی افتاده. امیدوارم که خوش شده باشه و این یه دفعه خدای پاک کن دور کنید از کارتون. حالا میریم سراغ انتخاب مداد رنگی واسه رنگ کردن. به نظر من این بوته ها یه ذره همچین باید سبز تیره باشن. اول جاهایی که خیلی تیره هستن و بچه ببینید چجوریه، به صورت هاشور رنگ میزنید، نباید رنگ رو گرد بزنید یا پخشش کنید چون برای یکی از یه رنگ سبز دیگه و سعی کنید از یک رنگ استفاده نکنید، رنگاتون رو ترکیب کنید چون کارتون رو قشنگتر و زیباتر میکنه این کار. اینا من دارم دنبال یه سبز خوش رنگ تر میگردم. یه قسمتش رو رنگ بزنید، یه قسمتش رو نزنید. میتونید از سبز یه کم رنگ حالا این قسمت رو یه نموره تیره ترش کنید با فشار بیشتری رنگ بزنید و این قسمت زیری رو. نموره
نظرم یه ذره باید سبزش روشن‌تر باشه. میتونیم از این رنگ‌های سبزای روشن‌تر استفاده کنیم برای کارمون. جایی که فکر می‌کنیم تیره تره به این صورت پررنگ ترشون میکنیم. ببینید اینا رو من به صورت خطایی میکشم که